دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ستاره هستم. آموزش امروزمون در مورد کاشتیگیریم هست که با همکار رو شروع میکنیم. خب دوستان عزیز، ابتدا ما مانیکور کار رو انجام میدیم. کلیپ مانیکورم هست، دوست داشتید ببینید که به چه سبکی میتونید مانیکور رو به نفع اصلا انجام بدید که کاشت خوبی داشته باشید. چون ما میخواییم از ژل استفاده کنیم، ابتدا بعد از اینکه مانیکور رو انجام دادیم دهیدراته، به این صورت دهیدراتم رو میزنم روی ناخون، یه مکس کوچیکی میکنم رو میزنم دوستان. زمانی که شما میخواییم پرایمر رو استفاده کنید، باید احتیاط کنید که روی دست مشتری، اطراف انگشت مشتری پرایمرتون نره، به خاطر اینکه اگر که پرایمر به پوست دست بخوره باعث سوزش و اذیت شدن دست مشتری میشه. پرایمر رو به این صورت فقط روی قسمت ناخون میزنیم، تا قسمتی که ناخون هست نیازی نیست روی تیپ انجام بدید. بعد از اینکه پرایمر رو زدیم یه تایم کوچیکی مکس میکنیم. خب تا زمانی که پرایمرمون اوکی بشه، ما ابتدا باید صدف سازی کار رو انجام بدیم. دوستان صدف سازی، من صدف سازی با پلی ژل رو توی کلیپم گذاشتم. دوست داشتید دوستان عزیز کار صدف سازی رو ببینید که راحت تر بتونید کار رو انجام بدید. من از پلی ژل میخوام استفاده کنم عزیزان برای صدف سازی. یک مقدار محلول کلینزر برای کار استفاده میکنیم. حالا یا پرایمر میخوایم باشه کنارتون یا کلینزر فرق نمیکنه، جهت اینکه راحت تر بتونید مواد روی ناخون فیکس کنید. خب من به اندازه که میخوام صدف ناخونم رو درست کنم، به این صورت پلی ژلم رو قرار میدم، با قلم روی پلی ژل میزنم. هر زمان که احساس کردید نیاز هست قلم رو داخل کلینزرتون ببرید و به ژلتون حالت بدید. ژل قسمت ریشه میبرم. شما میتونید این کار رو طی سه مرحله انجام بدید، یعنی سر ناخون، بعد قسمت وسط ناخون، اپکس ناخون و بعد قسمت ریشه. بستگی به کار خودتون داره که طی سه مرحله میتونید انجام بدید یا یک مرحله. من موادم رو به این صورت حالت میدم. بعد از اینکه صدف سازی رو انجام دادیم، همونطور که ملاحظه میکنید دوستان صدف ما، خب میذارم داخل دستگاه تایم نوسانی که کاملا خوش بشه. وقتی از داخل دستگاه کاشتم و در رو بردم دوستان، به این صورت روی ژلمو پاک میکنم با کلینزر. خب میام کاشت گریممو انجام میدم. بعد از اینکه صدف سازی رو انجام دادم، از ژل رنگ سفید میخوام استفاده کنم، ژل سفید دوستان. قسمت صدفمو، این قسمت صدفو، قسمت ناخونمو میام از ژل سفید برای این کار استفاده میکنم.
شما میتونید از هر رنگی که هر جدی که دارید میتونید استفاده کنید. این بسته به سلیقه خودتون داره. بعد اینکه ژل سفید رو زدم میگذارم داخل دستگاه، تایم 90 ثانیه که کاملا ژل من خشک بشه. خب کارامو میذارم داخل دستگاه، خب دوستان من از این ژل میخوام استفاده کنم برای کار گیری من قسمت لبه سفید و میام از تله استفاده میکنم به این صورت. ببینید به این سطح من میام کار میکنم، میذارم داخل دستگاه تایم 90 ثانیه که کاملا ژل من خوش بشه. خب دوستان بعد از اینکه ژل طلاییمو زدم، از ژل بیلدر برای قسمت طلایی میخوام استفاده کنم، به این دلیل که میخوام این قسمت طلایی رنگش رو حفظ کنم، نمیخوام بسون کشی یا اینکه موقعی که کاشت دیگه میخوام بذارم نمیخوام این طلایی زیر کاشت بره. پس میام یک لبه قسمت سفید ناخونو کنار کاشت سفیدم میام از بیلدر استفاده میکنم این قسمت کار رو به این صورت و میذارم داخل دستگاه مجدد تایمر 90 ثانیه کاملا ژل من خوش بشه. میذارم داخل دستگاه. بعد از اینکه ژلم خوش شد از ژل رنگی استفاده میکنم به این صورت لبه ناخونم رو از ژل رنگی بذارم داخل دستگاه که کاملا خوش بشه و بعد کار سوهانکشی رو شروع میکنم. خب دوستان با سوهان دستی، ببینید سوهان دستی من 180 هست، 180 220، از اون طرف نرم سوهان دستی برای سوهانکشی استفاده میکنم به این صورت. دست و تکیگاه قرار میدین دوستان به این صورت و از چپ به راست سوهانو میبرید. این طرف کار رو هم به همون سمت. احتیاط کنید که سوهان روی پوست دست نیاد. خیلی با احتیاط قسمت های کوتیکولو سوهان کشی کنید که دست مشتریتون آسیب نبینه. روی کار رو پاک میکنید. مجدد چک میکنم کار رو. ببینید کار من تا اینجا به این صورت در اومده.
قسمت های این قسمت استرس پوینت رو سعی کنید دوستان خیلی سوال کشی نکنید که از این قسمت ها ناخون لیفت میشه و میشکنه. مجدد پاک میکنم روی سطح ناخونم و زیر ناخون رو چک میکنم و سوال کشی میکنم. برای این که دوستان کجی یا راستی ناخون رو ببینید، اینکه موازی سوال کشی شده، دست رو میچرخونید به این صورت، از این سمت ناخون رو چک میکنید که ببینید ناخون به چه صورت هست. اگر که نیاز داره از این قسمت سوال کشی کنی، اگر هم نیاز هست از این سمت ناخون سوال کشی کنی، یا قسمت لبه آزاد ناخون رو سوال کشیتون رو صاف انجام بدید. پس به این صورت ما ناخون رو چک میکنیم. با مجدد چرخونم. با سرسوهان مانیکور قسمت کوتیکول ناخون قسمت ریشه رو سوهان کشی میکنم. بعد از اینکه این قسمت رو سوهان کشی کردم، من البته با سوهان دستی هم سوهان کشی کردم، با سرسوهان مخروطی مواد زرد با این سرسوهان یک سوهان کشی روی سطح ناخون رو دور دستگاهمو متوسط می‌ذارم و بعد از بالا به سمت پایین. ببینید به این صورت سوهان کشیدم. بعد از اینکه سوهان کشی انجام دادیم، روی سطح ناخون رو پاک می‌کنیم، چک می‌کنیم و اگر نیاز بود مجدد سوهان کشیمون رو انجام می‌دیم. خب ما کارمون پاک شد. بعد از اینکه سوهان کشیمون رو انجام دادیم عزیزان، با فتو کلینزر روی سطح ناخون رو پاک میکنیم و با فر میکشیم تا سطح ناخونمون صاف و یک نواخت بشه. من جهت این که کار با ابزار رو خدمت شما دوستان نشون بدم، با هر وسیله سعی میکنم کار کنم تا شما دوستان کار رو ببینید. روی سطح صدف ناخون رو فقط میخواییم یک سوهان کشی بارو انجام بدیم و سطح ناخون رو صاف. به این صورت این قسمت هم به همین صف سوهان کشی کنیم. قسمت کوتیکول رو خب روی سطح ناخون رو مجدد با پتو کلینزر پاک میکنم به این صورت و با شاین روی سطح ناخونم رو شاین میزنم و میذارم داخل دستگاه تا کارم خوش میشه.
کاره. پایانی ماز دوستان، همطور که ملاحظه میکنید کاشتمون به پایان رسید. امیدوارم از این آموزش نمایت سوادر برده باشین. تا آموزش بعدی شما دوستان نازنین رو به خدای بزرگ بسپارم. خدایا رو نگهدارتون.